نامه به کودکی که هرگز زاده نشد بخش پنجم دیروز حالا هیچ خوب نبود ببخش بخش اگه از دور انداختنت یا از اینکه هیچی نمیفهمی حرف زدم تمامش حرف بود اون تصمیمی که گرفته بودم هنوز سر جاشه حتی اگه دیگرون از شنیدن شاخ در بیارن دیشب با پدرت حرف زدم تو تلفن بهش گفتم که تو هستی راستشو بخوای اصلا خوشحال نشد اول واسه چند دقیقه سکوت کرد و بعد با یه صدای بی تفاوت گفت چقدر لازمه؟ منظورشو نفهمیدم گفتم فکر کنم نه ماه شایدم هشت ماه گفت دارم از خرجش حرف میزنم چه خرجی؟ خرج خلاص شدن از شرش آره درست همین جمله رو گفت انگار تو هیچ فرقی با عشقان نداری خیلی آروم بهش گفتم که تو رو نگه میدارم با یه خطابه بالا بلند که گاهی مثل نصیحت بود گاهی شبیه دستور میشد بعضی جاها شبیه التماس سعی کرد بهم هم حالی کنه که دارم اشتباه میکنم مخصوصا واسه اینکه اون نمیخواد با هم زندگی کنه همش میگفت به کارت فکر کن به مسئولیتات به حرف مردم جوابشو نمیدادم و اون سکوتم و نشونه رضایت میدونست. آخر سرم گفت که نگران خرجش نباشم و اون حاضر نصف پولو بده. حالم به هم خورد. حس کردم چیزی نمونده رو گوشی تلفن بالا بیارم. گوشی و سر جاش گذاشتم و به این فکر کردم که یه زمانی من عاشق این مرد بودم. عاشقش بودم؟ یه روز باید من و تو درباره این عشق با هم گپ بزنیم. راستش بخوای من هنوز نفهمیدم منظور از عشق چیه به نظرم میاد عشق یه حقه گندست که واسه سرگرم کردن مردم ساخته شده هر کیو میبینی داره از عشق حرف میزنه کشیشا گیای تبلیغاتی نویسنده ها آدم های سیاسی و بالاخره اونایی که دارن راست عشق میکنن من از این کلمه لعنتی که همه جا و تو تموم زبونا ورد دهن آدماست متنفرم من عاشق دوست داشتنم من عاشق راه رفتنم من عاشق نوشیدنم من سیگار کشیدن رو دوست دارم آزادی رو دوست دارم عاشق رفیقمم بچم و دوست دارم سعی میکنم هیچ وقت کلمه عشق عاشقتم و دوستت دارم و به کار نبرم هیچ وقت به خودم نگم این چیزی که قلب و روحم و داغون میکنه عشقه نمیدونم تو رو دوست دارم یا نه من به تو فقط با حس عاطفه زندگی نگاه میکنم نه با هرچی فکر میکنم میبینم پدرت رو هم هیچ وقت دوست نداشتم اونو میخواستم و تحسینش میکردم اما دوستش نداشتم تمام کسای قبلی هم فقط سایه هایی بودن سر یه جستجو که همیشه شکست همراهش بوده بودن با پدرت اینو به هم فهموند که هیچی مثل تمایل یه مرد به یه زن یا یه زن به یه مرد آزادی آدم رو تهدید نمیکنه هیچ زنجیر و تنابی نمیتونه تو رو مثل یه برده چشم بسته بی امید نگه داره. وای به حال کسی که خودش رو واسه همون میل به کس دیگه ای هدیه کنه. با این کار خودمون یادمون میره و تمام حقوق و آزادیمون رو از دست میدیم. مثل یه سگ که تو دریا افتاده و دست و پا میزنه تا خودش به ساحلی که وجود نداره برسونه. ساحلی به اسم دوست داشته شدن و عشق کسی بودن. اگه به این ساحل برسیم تازه از خودت میپرسی که واسه چی پریدی تو آب؟ چون از خودت راضی نبودی و میخواستی چیزی که دوست داشتی باشی و تو کس دیگه ای ببینی. شایدم از ترس سکوت و تنهایی. شاید محتاج اونی که کسی رو تصاحب کنی یا کسی تصاحبت کنه. بعضی ها به همین میگن عشق. ولی به نظر من عشق خیلی کمتر از اینه که برات گفتم. مثل یه جور گرسنگیه که بعد سیر شدن سر دلت میمونه حالت و حالتو میگیره. بعدش نوبت استفراغه. چرا هیچ کس و هیچ چیز نتونست معنی این کلمه رو به من حالی کنه؟ خیلی دلم میخواد معنیش رو بفهمم. تشنه فهمیدن معنیشم. گاهی فکر میکنم شاید همون چیزیه که مادرم برام میگفت. یعنی حس یه مادر وقتی بچه بیدفاعش رو بغل میکنه. حداقل تا وقتی بچه کوچیکه بهت فحش نمیده و نمیتونه آزارت بده. اگه از تو از خود تو که منو از خودم میگیری و خونم و میمکی بخوام سه تا حرف لعنتی عین و شین و قاف و برام معنی کنی چی بهم به میگی بین من و آدمای عاشق یه چیز مشترک است اونا با نگاه کردن عکس عشقشون آروم میگیرن خب منم همینطور همیشه عکسای قشنگ تو دستمه وسواس پیدا کردم وقتی خسته و کوفته میام خونه پی میگردم و روزنامه ها رو روزامین پهن میکنم و روزای عمر تو رو میشمارم امروز شیش هفته از بودنت میگذره چقدر قشنگ دیگه نه گلی نه شفیره با کله بزرگ و تاسه چبیه ی آدم شدی مهرات قشنگ معلومه دستات دیگه مثل باله نیستن دوتا بالن بال در دلم میخواد تن و دوتا بالت رو نوازش کنم زندگی توی اون تخم چجوریه؟ از عکسات پیداست که اون توش شناوری مثل یه گلدون شیشه ای که توش گل سرخ و گذاشتن یه نخ از تخم جدا شده که به اون گلدون سفید که رگه های قرمز و خالای کبود داره میرسه میگن زمینم از چند کیلومتری همین شکلیه واقعا به نظر میاد یه تناب که مثل زندگی بلنده از زمین به طرف تو اومده چجوری دلشون میاد بگن به وجود اومدن انسان یک تصادفه دکتر گفت بعد تمام شدن شیش هفتگی دوباره خودم رو نشونش بدم. فردا دوباره میرم پیشش. گاهی وقتا ترس و گاهی خوشحالی میاد سراغم. دکتر همونطور که کاغذی رو از رو میز بر با لحنی که سعی می شاد و مهربون باشه گفت تبریک میگم خانم. بی معطلی جملش رو اصلاح کردم. دوشیزه. شادی و مهربون بودن تو صورتش مرد. خیلی بی تفاوت گفت. آها بعدش رو خانوم خط کشید و نوشت دوشیزه. اینجوری بود که توی اتاق سفید یه مرد که اونم سفید پوشیده بود خیلی رسمی بودن تو رو به من اعلام کرد. از اینکه اسمم و رو نسخه اصلاح کرده بودم تعجب کرد. وقتی به هم گفت لخ بشم و روی تخت دراز بکشم لحنش اصلا مهربون نبود. تشخیصش اصلا ذوق زدم نکرد. خودم میدونستم تا اونجایی. دکتر همکارش اصلا به صورتم نگاه هم نمی کرد. انگار دارن یه موجود ترسناک و معاینه میکنن ولی با هم نگاه های کشداری رد و بدل میکردن وقتی رو تخت دراز کشیدم اوقات دستیاره از اینکه پاهامو خوب باز نکردم و جایی درست نذاشتم تلخ شده بود به زور پاهامو از هم باز کرد و گفت یکی اینجا یکی اونجا اون موقع حس کردم یه تیکه گوشت مسخره بیشتر نیستم همه چی خوبه همه چی عادیه یه نسخه نوشت و مثل یه توتی شروع کرد به گفتن اینکه حامده شدن مریضی نیست میتونم هر کاری که قبلا میکردم و باز بکنم فقط باید زیاد سیگار نکشم و با آب خیلی گرم هموم نکنم و به فکر جنایتم نیفتم پرسیدم جنایت آره البته میدونیم که دولت این کار رو قدقن کرده واسه اینکه تهدیداش کارسازتر بشه قرصای روتین تجویز کرد و ازم خواست هر 15 روز یه بار برم پیشش بعد گفت حق ویزیتو به منشی بدم و وقت گفتن تمام اینا حتی یه لبخند هم نزد. وردستشم روی خوش به هم نشون نداد و وقتی در رو میبستم دیدم که هر دو با تحصف سرتکون میدن. میترسم تو با این چیزا کنار نیای. تو دنیایی که قرار پا توش بذاری با وجود حرفایی که درباره عوض شدن زمانه میزنن بزنی که بدون ازدواج کردن بچه دار بشه میگن ولنگار. تو بهترین شکلش اونو یه قهرمان میدونن و ازش تعریف میکنن. ولی هیچ وقت به چشم یه زن عادی بهش نگاه نمیکنن. دوا فروشی که قرصای روتین رو به فروخت از قبل منو میشناخت و میدونست می شوهر ندارم. وقتی نسخه رو بهش دادم ابروهاش بالا انداخته و با تعجب نگام کرد. بعدش رفتم پیش خیاتم تا یه پالتو سفارش بدم. چیزی به زمستون نمونده و نمیخوام تو سردت بشه. با دهن پر سوزن شروع کرد به گرفتن اندازه هام. وقتی براش توضیح دادم که پالتو باید یکم بزرگتر باشه چون حاملم و شکمم کم کم داره بالا میاد، از خجالت قرمز شد دهنش همچین با مونده بود که ترسیدم مباد و سوزنا رو قورت بده ولی سوزنا ریختن زمین و مترشم از دستش افتاد من از اینکه ماجرا رو بهش گفتم و دست باچش کردم پشیمون شدم درباره رئیسم هم, هم, همین اتفاق افتاد به حال چون رئیسمه ماه به ماه بهم هم پول میده درست نیست که بهش نگم باید بدونه که تا چند ماه نمیتونم کار کنم واسه گفتن همین حرف رفتم تو اتاقش یکم ساکت بند. بعد خودش پیدا کرد و با لکنت گفت به تصمیمم احترام میذاره گفت من خیلی شجاعم ولی بهتر این ماجرا رو پیش هر کسی نگم از این موضوع بین خودمون حرف زدن یه چیزه و گفتنش به کسایی که درکت نمیکنن یه چیز دیگه اصلا شاید چند روز دیگه نظر دواز بشه درسته رو نظر دواز بشه خیلی تکیه کرد گفت تا سمایگی وقت دارم فکر کنم و تصمیمی بگیرم که عاقل بودنم و ثابت کنه گفت کارم خیلی خوبه و حیفه که واسه احساساتم ازش دست بکشم اون گفت خیلی بیشتر از چند ماه و یه سال طول میکشه و مسیر زندگی موض میشه. منظورش این بود که با بودن تو من دیگه مال خودم نیستم و نمیتونم مثل قبل کار کنم. یادمون نره که شرکت اون منو مشهور کرده بود. و اون کلی حساب میکرد. کلی برنامه با سایندم داشت. اگه نظرم عوض میشد باید به اون میگفتم و ازش کمک میخواستم. پدرت دوباره تلفن کرد. صداش میدرزید. میخواست بدون جواب آزمایش مثبت بوده یا منفی. گفتم که مثبت بوده بازم پرسید که کی خیال دارم به قول خودش ترتیب کار رو بدم بدون اینکه حرفی بزنم گوشی رو گذاشتم گاهی گاهی نگران میشم از خودم میپرسم بالاخره کی برنده میشه ما یا اونا شاید دلواپسیم از زنگای این تلفن باشه زنگ تلفن تلخیاب و ناراحتیایی که یادم رفته بود و دوباره برام زنده میکنه ناراحتی هایی که از یه مش خیال خوش درست شده بودن که به من فهموند عشق یه نمایش پیچیده است. زخما خوب میشن و جاشونم کم کم از بین میره. ولی یه زنگ تلفن واسه برگردوندن تمام دردا بسته. درد شکستنهای کهنه تو وقتی که زمان میگذره.